نام یزدان آگاهی و دانایی، شما بیننده ریاضیات آزمون یوز هستید از شبکه جم آکادمی. خیلی خرسندم که با من بابک کمالی و همکارانم همراه هستید در یک روز دیگه و یک آموزش دیگه. تا لحظات دیگه در خدمتتون هستیم. میریم میایم. جلسه قبلی مفصلا در مورد مشتق پذیری تابع، رابطش با پیوستگی، حد، اینها صحبت کردیم، در مورد قضایاش صحبت کردیم. حالا ببینید یک پارامتر گذاشته و گفته به شما derivative of function f can be taken on point 1، یعنی وجود داره f پریم 1 وجود داره. خب با این اوصاف پس f پریم 1 وقتی وجود داره، من میتونم از این تابع چیکار کنم؟ مشتق بگیرم. پس میشه f پریم x مساوی با 8x، x بزرگتر از 1، و 4x، x کوچکتر مساوی 1. خیلی خوب، اونم بالایی که میشه 4 هستن. شما 8x و کجا بالایی تابع ثابت 4. خب میبینید دیگه، سمت چپ و 1 بذارم 4ه، بالایی هم 4ه. خب مشتق وجود داره، هم مشتق راست 4ه هم مشتق چپ 4ه. نیازم نبود ما چک کنیم، خودش بهمون گفته بود. خب پس f پریم 1 ما الان 4 شد. من الان f پریم 1 بالا مثبت رو که حساب بکنم، خودش تابع ثابت 4ه. f پریم 1 بالا منفیش رو 4 رو قرار میدم میشه 4. پس f پریم 1 بالا مثبت و f پریم 1 بالا منفی هر دو 4ن. نتیجه میگیرم f پریم 1 برابر با 4. اما کار چی شد؟ کارو که مشتق گرفتم اصلا از بین رفت. خب کارو چیکار کنم؟ چون مشتق پذیره تابع پیوسته است و حدم داره، پس میتونم کارو از حد به دست بیارم. ببینید چقدر مهمه که من این قضیه یادم باشه. پس الیکو میگیرم از اینجا، یک رو قرار بدم 4 و 2 میشه 6. L2 رو میگیرم، L2 رو بگیرم از ضابطه پایینی، یک رو قرار بدم 2 به علاوه کا. این دوتا باید برابر باشن، پس 2 به علاوه کا میشه 6 و کا میشه 4. پس جواب ما چی میشه؟ جواب میشه مساوی 4. این شد 4، f پریم هم 4 میشه 4 به علاوه 4 مساوی 8. این جواب این مسئله هستش. اینم گفته در نقطه 2 مشتق وجود داره. خب الان با توجه به اینکه واضحه دیگه، من الان مشتق میتونم بگیرم میشه 6x، x‌های بزرگتر از 2 و 12 x‌های کوچکتر از 2. خب الان حد راستش رو حساب بکنم که همون مشتق راسته، در واقع 2 رو قرار بدم میشه 12. اینم که 12 هست، پس f پریم 2 شد 12. این اولین مطلبی که تونستیم به دست بریم. خب گفتیم برای به دست آوردن m و k میریم از پیوستگی استفاده میکنیم. الان میگم L1 x بره به سمت 2 بالا مثبت، اینجا 2 قرار میدم، بذارید اینو این طرف تخته بنویسم. L1 x بره به سمت 2 بالا مثبت، مساوی میشه با اینجا باید 2 قرار بدم که میشه 4 ستا 12 منهای کا. F2 چنده؟ F2 همین امه، و حد چپ دوه بالا منفی قرار بدم، اینجا 2 قرار بدم میشه 24. خب این سه تا باید با هم برابر باشن دیگه. خب واضحه ام که 24ه، پس من اینجا
اف پریم 2 رو که دارم 12، ام که میشه 24، یه دونم 12 منهای کا رو باید 24 قرار بدم، که 12 منهای کا که 24 باشه، کا میشه چی؟ منهای 12. کا میشه منهای 12. پس اینجا من دارم 12 به علاوه 24 منهای 12، این دوتا 12 با هم ساده میشن، 24 میشه جواب نهاییش. پس توی این مطالبی که چند تا متغیر داریم یا مثلا مشتق میگیریم متغیرمون کلن حذف میشه، باید حواسمون به اون قضیه باشه که تابعی که مشتق پذیر شد حتما پیوسته است و تابع پیوسته حتما حد داره. از این مطالب استفاده میکنیم و میتونیم بقیه متغیرها رو به دست بیاریم. خب مشتق تابع قدر مطلق. تابع قدر مطلق دیدیم در واقع یه تابع چند ضابطه ایه. ما میایم از ریشه مخرجش تعیین علامت میکنیم، جاهایی که منفی نباشه خودش خارج میشه، جاهایی که منفی باشه قرینش خارج میشه، و بعد از این مرحله هستش که ما میتونیم مشتق بگیریم. و واضحه که در ریشه خود عبارت مشتق نداره. مثلا الان شما fx مساوی قدر مطلق x منهای 2 داشته باشی، این برای x های بزرگتر مساوی 2 هست خودش، برای x های کمتر از 2 هستش چی؟ قرینش. خب حالا من اینجا اگر مشتق بگیرم f پریم x، مشتق اولی میشه 1 برای x های بزرگتر از 2، مشتق ضابطه دوم میشه منفی 1 برای x های کوچکتر از 2. پس سمت راست 2ش میشه من 1، سمت چپش میشه منفی 1. پس تابع در نقطه 1 مشتق نداره، در واقع f پریم 1 موجود نیست. 2 به هر حال ریشه داخل قدر مطلق دیگه، فرقی نمیکنه. الان اینجا 2 f 2 ناموجوده. خب اما اگه مشتق در یه نقطه بخواد، ما میبینیم تو اون نقطه عبارتمون مثبت یا منفی، خارجش میکنیم و ازش مشتق میگیریم، به راحتی به جواب میرسیم. پس تو خود فقط اون انفصال ضوابط، خب اینو که اصلا حل کردم، الان f پریم 2 ناموجوده، درست؟ همین الان حل کردیم که مشتق راستش 1 میشد، مشتق چپش منفی 1. ولی این ببین فرقش با اون چیه؟ این 2 الان اینجا ریشه این نیست. 2 اینجا داخل قدر مطلق رو منفی میکنه. پس من با چه ضابطه ای از F کار دارم؟ با اون ضابطه ای که با اون Fی که قرینه خارج میشه. حالا چی؟ مشتق میگیرم. چون F پریم X منفی 1 شده تابع ثابته، تو هر نقطه هم همون منفی 1ه. یعنی F پریم 2 هم منفی 1ه. F پریم 100 هم منفی 1ه. این خاصیت تابع ثابت بود. و گفتیم مشتقم یه تابع است دیگه، فرقی نمیکنه. خب الان کوسینوس x منهای 4 در پی دوم کوسینوس صفره، پس داخل قدر مطلق منفی میشه دیگه، پس قرینه خارج میشه. پس الان f ما هستش چی؟ منفی کوسینوس x به علاوه 4. حالا ازش مشتق بگیر. f پریم x میشه چی؟ میشه سینوس x. پس f پریم پی دوم میشه چی؟ 1. این جوابمون هست. مشتق حاصل ضرب. ببین پس این یادت باشه دیگه، هر عبارت قدر مطلقی در ریشه داخل قدر مطلق مشتق نداره، مشتق ناپذیره. چرا؟ چون تو اون نقطه حد هم نداشت. وقتی حد نداره گفتیم از بالا میتونی نقیض کنی، حد نداره ناپیوسته است و ناپیوسته است مشتق نداره. این از این. ولی اگه ضریب صفر داشته باشه خب مشتقش واضحه، میشه صفر دیگه. ما الان فرض بکنید اینو من میام از تعریف مشتق حساب میکنم که کاملا متوجه بشید. الان f پریم 0 مساوی میشه با حد fx منهای f 0 به روی x منهای 0 که میشه x. خب f 0 مون که 0ه، اینجا 0 بذارم 0 میشه. پس چی دارم؟ حد x2 قدر مطلق x به روی x. یه x رو میتونم از صورت مخرج ساده کنم، x هم داره میره به سمت 0. عذرخواهی میکنم. حالا درسته این سمت راست خودش خارج میشه، سمت چپ قرینش، ولی به هر حال صفر بذاریم صفر دیگه، میشه صفر. پس f پریم صفر برابر صفره. پس هر تابع قدر مطلقی به ازای ریشه داخل قدر مطلقش مشتق ناپذیره، اما اگر ضریب صفر داشت صفر میشه مشتقش. یعنی مثلا من دارم
اف ایکس مساوی با ایکس منهای یک قدر مطلق ایکس منهای یک. خب این در نقطه یک قدر مطلق ایکس منهای یک در نقطه یک مشتق ناپذیره، ولی چون ضریب صفر داره اف پریم یکش میشه صفر. اینو توی حافظت داشته باش. خب میرسی به این تمرین. در مورد قدر مطلق، جزء صحیح، ساین، هر تابعی که ذاتش تفاوت بین چپ و راست نقطه ها هستش یا ذاتش چند ضابطه‌ای هستش، ما باید اول ببینیم هول و هوش اون نقطه وضعیت تابع به چه نحوی هستش. الان البته این عبارت رو اگر یه مقدار بهش دقت بکنیم میبینید که داخل پرانتز یا داخل قدر مطلق x منهای 2 به توان 2ه، یعنی این به این صورته x منهای 2 به توان 2 که دیگه چون توان زوج داره و قطعا مثبته نیازی به قدر مطلق نیست. پس تابع fx میشه x منهای 2 به توان 2، یعنی در واقع دیگه اصلا قدر مطلقی نیست. حالا میتونی به راحتی مشتق بگیری، توان رو میاریم ضریب میکنیم، مشتق پایه، مشتق u به توان n هستش چی؟ n u پریم u به توان n منهای 1. پس میشه چی؟ f پریم x مساوی با 2 میاد ضریب میشه، مشتق پایش که 1ه، یک تأثیری نداره تو ضرب، دیگه نمی نویسمش، یکی هم از توان کم میکنم، میشه x منهای 2 به توان 1. f پریم 2 چی میشه؟ من 2 اینجا قرار بدم میشه 0. خب ساین هم همینطوره عرض کردم. پس الان ببینیم که در نقطه 4 وضعیت ساین به چه شکل هستش. الان من 4 رو اینجا قرار بدم داخل پرانتز میشه 1 و مثبته. وقتی ساین داخلش مثبت باشه جواب ساین میشد 1، پس این 1ه. خب پس عبارت من شد x2. حالا از این باید مشتق بگیرم، f پریم x میشه 2x و f پریم 4، 4 رو اینجا قرار بدم 2 ضرب در 4 میشه 8 واحد. خب f پریم 3 ببینید، ولی اینجا الان از 3 یه مقداری بیشتر بشی داخل ساین مثبت میشه، از 3 یه مقداری کمتر اگر باشی داخل ساین منفی میشه. پس من میام در نظر میگیرم x که بره به سمت 3 بالا مثبت چه اتفاقی میفته؟ f x هستش اینجا مثبته، پس جواب ساین میشه 1، میشه 1 به علاوه x 2 که اگر 3 رو قرار بدیم جوابش میشه چی؟ میشه 10. حالا x بره به سمت 3 بالا منفی f x چی میشه؟ f x برابر میشه با اینجا چون داخل ساین منفیه ساینمون میشه چی؟ منفی 1. پس میشه منفی 1 به علاوه x 2 که اگر 3 رو قرار بدی میشه چی؟ 9 منهای 1 8. داری میبینی که l 1 مخالف l 2ه، پس تابع حد نداره، ناپیوسته است، در نتیجه مشتق پذیر هم نیست، یعنی مشتق ما در نقطه 3 موجود نیست. که در آزمون یوس باید گزینه توهی رو علامت بزنی. پس حواست باشه در نقاطی که نقاط بحرانی محسوب میشن، کریتیکال پوینت محسوب میشن برای توابع، وقتی میخوای مشتق بگیری باید حتما مطمئن بشی که پیوسته هستش تابه. اگر پیوسته نباشه خب قطعا مشتقی وجود نداره که شما بخواین ازش مشتق بگیرید. خب در ادامه درس امروز با حل این تمرین در خدمتتون هستم. گفتیم برای چند ضابطه یا وقتی میخوای در نقطه مشتق بگیری، مثل اینجا در نقطه منفی 3، میای اول تکلیف اون چند ضابطه یا رو روشن میکنی. یعنی چی تکلیفشون رو روشن میکنی؟ یعنی یه تک ضابطه ازشون درست میکنی که بتونی مشتق بگیری. الان ما ساین رو میدونیم، وقتی مثبت باشه داخل ساین، ورودی ساین مثبت باشه میشه 1، ورودیش منفی باشه میشه منفی 1. پس الان میام اول تکلیف این عبارت رو روشن میکنم. من اگر تجزیهش بکنم دارم x منهای 4
در x منهای 1. خب پس دو تا ریشه دارم، یه دونه 1 یه دونه 4. تعیین علامتش که بکنم، بین دو ریشه منفی، خارج دو ریشه مثبت. منفی 3 کجاست؟ اینجا قرار داره. پس به معنی این هستش که ورودی ساین مثبته، این مثبته، پس مقدار ساین من میشه 1. پس الان جمله اول ما میشه 1 ضرب در x x. میریم سراغ جمله دوممون، در نقطه منفی 3 داخل قدر مطلق منفی میشه، پس قرینه خارج میشه. پس چه اتفاقی میفته؟ میشه منفی x به علاوه 2، x با منفی x ساده میشه. الان ضابطه fx، الان fx شد برابر با 2، مشتقش چی میشه؟ f پریم x میشه چی؟ 0. خب وقتی f پریم x 0 شد، پس f پریم منفی 3 هم، f پریم منفی 3 هم برابر 0 هستش، چون مشتقمون یه تابع ثابت به دست اومده. خب براکت رو قبلا دیدیم، در نقاطی که داخل جزء صحیح عدد صحیح بشن ناپیوست است. یعنی من اگر داشته باشم براکت مربع، مربع متعلق به زد باشه، مربع متعلق به زد باشه، اف ناپیوست است. خب وقتی ناپیوست است، پس مشتق هم نداره دیگه. پس در نقاط صحیح مشتق ناپذیره، مشتق پذیر نیست، مشتقش ناموجوده. خب سایر نقاط چه اتفاقی می افتاد؟ اگر این براکته داخلش عدد صحیح نبود، خب حاصلش می شود یه عدد دیگه، پس مشتقش میشه چی؟ صفر. مشتق عدد صفره، مشتق عدد ثابت صفر بوده. خب الان این به همین ترتیب هستش، نیازی نیست که ما حساب بکنیم، این ناموجوده و ما گزینه توهی رو میزنیم. حالا برای یادآوری، خب این L1ش 4 بالا مثبت میشه چی؟ 4. L2ش 4 بالا منفی میشه 3. میبینی که حد نداره، در نتیجه ناپیوسته و مشتق ناپذیره. پس این از این مطلب. اما F پریم 3 دوم، توی 3 دوم چه اتفاقی میفته؟ F 3 دوم هستش براکت 3 دوم که میشه چی؟ 1. خب F پریمش، اف پریم 3 دوم برابر هستش با 0. پس اگر داخل جزء صحیح صحیح نشه، یه عدد به ما میده و حاصل مشتقمون میشه 0. اگر صحیح باشه ناپیوسته و مشتق ناپذیره. خب الان اینجا چی؟ ببین من 4 به علاوه 5 میشه 9. 9 دوم، 9 دوم عدد صحیح نیستش که، 9 دوم میشه 4.5. پس یه 4 از داخل جزء صحیح خارج میشه. پس f x داریم 4، ساین هم اینجا بذاریم چی؟ ساین 4 چی میشه؟ 4 اینجا قرار بده میشه ساین 1، چون مثبته جوابش میشه 1. خب مشتقمون چی میشه؟ مشتقمون میشه 0. پس در نتیجه اینجا مشتق 0ه، f پریم 4 هم برابر 0 هستش. خب اینم به همون ترتیبه، منتها ببین 9 که اینجا قرار میدیم، 9 منهای 2 میشه چی؟ 7. 7 هفتم 1 میشه، یه عدد صحیحه. پس الان اینجا برای ما مهم میشه، الان x بره به سمت 9 بالا مثبت، براکت ما چی میشه؟ میشه براکت 7 بالا مثبت به 7 که هست براکت 1 بالا مثبت، میشه 1. اما x بره به سمت 9 بالا منفی، براکت ما میشه چی؟ میشه 7 بالا منفی به 7، یعنی یه مقداری از 1 کمتره، یعنی براکت میشه چی؟ 0.
پس الان تابع ما به چه نحوی در اومد؟ به چه شکلی در اومد؟ اگر بزرگتر از 9 باشه میشه چی؟ یک میاد در x5 ضربش میشه x5. اگر کوچیکتر از 9 باشه چی؟ میشه 0 که 0 در 0 0. حالا اگر مشتق بگیری، مشتق بالایی میشه 5x4 که خب یه عددی توش قرار بدی میشه 5 ضرب در 9 به توان 4، ولی مشتق چپش چی؟ صفره. پس بازم جواب ما توهیه. یعنی چی؟ یعنی مشتق پذیر نیستش. با آرزوی موفقیت در شما دوستان عزیز و با امید اینکه در جلسات بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید، تا دیدار بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم.